به نام خدا خوش آمد به کانال خودتون من دکتر ربی هستم و امروز میخوام در مورد آنتی بیوتیک آزیترومایسین باتون با صحبت بکنم و اطلاعاتی در مورد این آنتی بیوتیک باتون به اشتراک بذارم در قسمت اول قسمت معرفی یا انتردکشن این دارو هستش اسم این دارو آزیترومایسین هستش و با نام تجاری آزیروسین توی داروخونه های کشور به فروش میرسه کلاس این دارو این دارو متعلق به آنتی بیوتیک از نوع ماکرولایت ها هستش و یوز استفاده این دارو برای عفونت های دستگاه تنفسی عفونت ها و التهابات گوش میانی عفونت های مربوط به دستگاه تناسلی عفونت های پوستی و سوزش ادراری از این دارو استفاده میشه قسمت بعدی قسمت مکانیزم اف اکشن یا نحوه عملکرد آنتی بیوتیک آزیتروماایسین هستش. وقتی که آنتی بیوتیک مورد استفاده قرار میگیره، این دارو از سنتز پروتئین مربوط به آر هستش جلوگیری میکنه و اون رو مهار میکنه و با اتصال به ریبوزوم 5S از ترانسپپیداز جلوگیری میکنه. این دارو روی نوکلئیک اسید و باکتری هیچ تأثیری نداره. قسمت بعدی قسمت فارماکوکینتیکس یا تاثیراتی که بدن روی آنتی بیوتیک آزیترومایسین میذاره هستش. با ایویلیبیلیتی این داروها فراهم زیسته این دارو 38 درصد هستش. پیک پلاسما تایم این دارو زمانی که این دارو به ماکسیمم غلظت خودش توی پلاسمای خون میرسه دو ساعت طول میکشه. متابولیسم این دارو درون لیور یا درون کبد انجام میشه. هالف اف یا نیمه عمر این دارو 70 ساعت هستش و اکسکریشن یا دفع این دارو توسط صفرا از درون بدن دفع میشه. قسمت بعدی قسمت دوزش فرم یا اشکال داروی داروی آزیترومایسین هستش. داروی آزیترومایسین به صورت قرص ها و کپسول های 250 میلی گرم و 500 میلی گرم به صورت سوسپانسیون های 200 میلی گرم و 200 میلیگرم گرم بر 5 امل و قطره های چشمی یک درصد که به صورت 2.5 امل هستند توی داروخونه های کشور موجود هستش که میتونید تهیه بکنید. قسمت بعدی قسمت دوز کانساپشن یا دوز مصرفی آنتی بیوتیک آزیترومایسین هستش. آنتی بیوتیک آزیترومایسین برای موارد مختلفی مورد استفاده قرار میگیره. برای عفونت مربوط به دستگاه تنفسی 500 میلی گرم از این دارو به صورت یک بار در روز طی بازه زمانی 3 روزه این دارو مورد استفاده قرار میگیره. سینوزیت عفونت هایی که مربوط به سینوزیت هستن اگه از نوع باکتریایی باشن از داروی آزیترومایسین مورد استفاده قرار میگیره و 500 میلیگرم از این دارو به صورت یک بار در روز یه بازه زمانی سه روزه مورد استفاده قرار میگیره عفونت های مربوط به پوست 500 میلیگرم از این دارو به صورت یک بار در روز و بعد از اون 250 میلیگرم از این دارو به صورت یک بار در روز طی بازه زمانی دو تا پنج روز مورد استفاده قرار میگیره عفونت هایی که مربوط به سوزش ادراری میشن 500 میلی گرم از این دارو به صورت یک بار در روز یا 250 میلی گرم از این دارو هر 12 ساعت مورد استفاده قرار میگیره و برای التهابات یا عفونت های مربوط به گوش میانی 500 میلی گرم از این دارو به صورت یک بار در روز طی بازه زمانی سه روزه این دارو مورد استفاده قرار میگیره آلترناتیو دراگ یا داروهای جایگزین داروی آزیترومایسین آنتیبیوتیک های مثل آموکسیسیلین، سیپروفلوکساسین، سفکسیم، اریترومایسین و کلیندامایسین از آنتیبیوتیک های جایگوزین آنتیبیوتیک آزیترومایسین هستند. قسمت بعدی قسمت ادورز افکت یا عوارض جانبی مصرف داروی آزیترومایسین هستش. عوارضی مثل اسهال، حالت تهوع، دردهای شکمی و تهوع از عوارض جانبی مصرف آنتیبیوتیک آزیترومایسین هستند. قسمت بعدی قسمت وارنینگز ها اختار ها یا توصیه های مصرف داروی آزیترومایسین هستش داروی آزیترومایسین که به صورت خوراکی یا به صورت اورالی مورد استفاده قرار میگیره معمولا به صورت دوز یک بار در روز مورد استفاده قرار میگیره و بازه زمانی مصرف این دارو سه تا پنج روز هستش در قسمت بعدی کپسول آزیترومایسین بهترین زمان مصرفش با معده خالی هستش ولی خب این دارو میتونه به صورت یک ساعت قبل از وعده غذایی یا به صورت دو ساعت بعد از وعده غذایی هم مورد استفاده قرار بگیره زمانی که شما آنتی بیوتیک آزیترومایسین رو مورد استفاده قرار میدیم بهتر از کارهایی که نیاز به تمرکز بالا داره مثل رانندگی کردن دو ساعت بعد از مصرف این دارو خودداری کنید و در قسمت آخر وارنینگ یا اختار های مصرف داروی آزیترومایسین اسهال ملایم یکی از عوارض جانبی مصرف داروی آزیترومایسین هستش که بعد از گذشت بازه زمانی کوتاهی این آرزه برطرف میشه قسمت بعدی که قسمت آخر هستش قسمت پرگنینسی ان لاکتیشن یا ردبندی مصرف این دارو در زمان بارداری و در زمان شیردهی پرگنینسی کتگوری یا ردبندی مصرف این دارو در زمان بارداری توی ردبندی بی قرار میگیره و شما میتونید این دارو در زمان بارداری مورد استفاده قرار بدین و در زمان لاکتیشن یا در زمان شیردهی یا برسفیدینگ این دارو حتما باید تحت نظارت پزشک و با احتیاط مورد استفاده قرار بگیره خب مرسی که تا اینجای ای ویدیو همراه من بودین من دکتر ربیعی هستم و محتوای شبیه به این دارو یا داروهای دیگه برای شما میسازم اگه از کانال ما راضی هستید میتونید کانال من رو سابسکرایب بکنید و اگه سوالی برای شما پیش اومد در مورد این دارو یا داروهای دیگه میتونید اینجا کامنت بکنید من در اسرع وقت بهش جواب میدم مرسی که همراه من هستید